در ایران آخونزاده وقتی از درد و رنج مردم و محرومیت های اونها صحبت میکنیم باید به اون روی سکش هم اشاره کنیم که خشمی خروشان و جوشان هست و به وجه دیگری از اون که نقش حاکمیت هست در دشمنی با مردم و ایجاد این درد و رنج و تحمیل اون به مردم. کاربران توییتر از فقر و محرومیت و کرونا گفتند، از نقش رژیم در این زمینه و از عزم جزم مردم برای گذاشتن نقطه پایانی بر این همه درد و رنج. چاهای نفت زیر پایم، هیزم نانم بر پشت، چشم به کدامین افق بدوزم؟ در کشوری که سر هر کوچه‌اش صندوقی برای یاری من است، اما من در فقر می‌سوزم. کاربر دیگه با انتشار کلیپی دردناک از صحبت‌های یک هموطن نوشته، بین مردمی که کارد فقر به استخوانشان رسیده، مردمی که تا سرحد مرگ توسط رژیم چپاول شده اند، بین مردمی که میان آنها و این حکومت یک دریا خون فاصله است، مردمی که رژیم پاسخ فریاد آنها در قیام آبان را با کشتار بیرحمانه دست کم 1500 تن از فرزندانشان داد. در توییت دیگه ای به داس مرگ کرونا اشاره شده و نوشته، داس مرگ رژیم ایران همچنان جانها را میگیرد، از یک سو با کرونا و از سوی دیگر با فقر و گرانی. کولوران و سوختران زحمتکشی که برای یک لقمه نان سختی را به جان می‌خرند هم دائما هدف گلوله قرار می‌گیرند. طی دو روز اخیر 3 کولبر زحمتکش توسط سپاه کشته و زخمی شدند. کاربر دیگه‌ای به راه حلی که رژیم برای مقابله با کرونا و فقر و گرانی ارائه کرده، یعنی ایجاد قرارگاه‌های سرکوب اشاره کرده و نوشته، راه اندازی قرارگاه‌های سرکوب به بهانه مبارزه با کرونا و گرانی، سوال این است که کدام پزشک حاذق یا متخصص اقتصادی مسئول این قرارگاه است؟ گمردن سرلشکر، سرار، پاسدار و اطلاعاتی برای این قرارگاه خود می‌گوید که در ترس از قیام مردم است و بس. در توییتر دیگه‌ای به اظهار نظر اخیر یکی از اعضای مجلس آخوندها اشاره شده که نوشته، نماینده مجلس، وضعیت اسفبار و افسار گسیخته بازار پوست مردم را کنده و اوضاع را وخیم کرده است. نظام پوست مردم را کنده و نه بازار. 40 سال سرکوب و سانسور و گرانی، با خشم مردم یک ملت چه کسی یارای مقابله خواهد داشت؟ آیا روزی می رسد که؟ و کاربر دیگه این درد و رنج و خشم و عزم رو در یک شعر تصویر کرده و نوشته، باز بر می گردم به جنگ، دوباره با پاهای برهنم در کوچه ها، خیابان ها و میدان ها قد می کشم. با فریادم، سرود برابری بر لب، خوابهای تختتان را جر می دهم. از نو به راه، فقر است نام من، بیکاری پیشم، قیام تنها جوابه. در توییتر دیگه هم به نقش تعیین کننده خود مردم ایران برای نوشتن سرنوشت ایران اشاره شده و نوشته، دوران تغییر را جوانان شورشگر شکل می دهند. ما باید تعیین کنیم. ما باید سرنوشت خودمان را با قلم خودمان بنویسیم و اگر ما ننویسیم، بقیه برای ملت ما می نویسند. همه ما تعیین کننده هستیم. اگر ما متحد باشیم و اگر عزممان برای سرنگونی آخوندها مصمم باشد، هیچ عاملی نمی تواند جلوی سرنگونی را بگیرد. و کاربر دیگه هم از قیام یا تشین تر خبر داده و نوشته، بترسید از خشم مردم آدم کشان. آبان 98 نه سرد شده نه خاکستر، بلکه تا آزادی میهن آتشین تر ادامه خواهد داشت. و خیلی ها بین اشاره میکنن که این درد و رنجی که امروز در چهره مردم ستم دیده و زحمتکش ایران میبینیم، خبر از خشمی پنهان درون قلب ها و سینه های اونها و مشت های گره کرده اونها داره که در آستانه انفجاره. تشکر از اینکه امروز هم با ما همراه بودین. با سایر بخش ها در خدمتتون هستیم. Yeah.